دانشگاه تهران من نزدیک 48-50 سال درس دادم. دانشگاه بیشتر از حقم، چون 35 سال باید بازنشسته میشم، ولی من نگه داشته بودم، منم مونده بودم. ولی وقتی که اومدم اینجا دانشگاه تهران، من تمام مدت تو کلاس برم، نه فقط اونجا، 3-4 تا درس بود که اینو همه جای شهر من تدریس میکردم. همون شریف میرفتم، همون بحث ها تقسیم شده بود دیگه، یه جوری برنامه هم تقسیم میکردم که زن روزای 3 تا موضوع رو در هفته چند جا تکرار، اگر یه دفعه یکی تعطیل میشد اون دیگران رو با این هم تراز میکردم. ولی اینجا که اومدم وقت پیدا کردم خیلی بیشتر بنویسم. این پژوهشگاه این مهلت رو به من داد، واقعا درسته که من بنویسم. و اینجا کتابخونه خیلی خوبی انتخابین داره، همه چی داره کتابخونه. این زمان سابق پول زیادی داشتن، شما نمیدید هر چی بخواید میتونید پیدا کنید. مخصوص به درد من میخوره، چون کتاب های فرانسهش فوق‌العاده است، من همش از اونا استفاده کنم. همین ها که گو بهتون میگم، اگه نبود اونا که نمیشد اینا رو بنویسم. من اینجا خیلی نوشتم و با خودم فکر کردم من که حالا مجبور نیستم درس بدم، مطالبی که درس ندادم نمیشناسم، خودم که ادعا میکنم فلسفه یعنی دانشجویی، خب حالا یه خود کارهای جدید داریم. وقت از اونجا که اصلیتم خب آذربایجانی است، پدر من آذربایجانی بود، مادرم آذربایجانی نبود، خب چرا راجب منطقه من چیزی از من نمونه؟ مغولا در آذربایجان اولا یه دوره اول مراغه رو پایتخت کردن، دوره دوم نزدیک 50 سال شهر تبریز رو پایتخت کردن، دوره سوم تا آخر تا وقتی منقرض بشن شهر قسمت سلطانیه اولجاید اینا پایتختشون. یعنی یه منطقه‌ای است که بسیار مهمه در دوره مغول. از اونجا هم از مراغه کل سبک معماری ما عوض شد دوره مغول، این از مراغه شروع شد. من هم این که اسنادی دارم راجب این موضوع، کتاب های گودار رو دارم، کتاب های اون فرانسوی رو دارم که اصلیتش گویا شرقیه، اونا رو کتاب هنری اینا زیاد من دارم، کتاب خونه من نسبتا خوب. حالا وقتشه که من اینجا اینا رو بخونم، بر اساس اینا یه کتابی راجب سلسله مغول بنویسم و یه ذره تاریخ ایران رو هم یه ذره مرور کنم، قسمت های تاریخ ایران. ما اصلا نمیشناسیم تاریخ ما، واقعیت این، یعنی شعار میشناسیم، واقعا نمیشناسیم. وقت کتاب به زبان فارسی، یک کتاب خیلی خوبی که هست، درجه یک، مغولان سلسله های ایلخانی عباس اقبال، حالا این هست. یک کتابی از مرتضوی هست که استاد دانشگاه تبریز بوده برای دوره آخر اولجای تو اینا، سعید بهادر و اینا، و بعضی کتاب های فرنگی هم اینجا در کتابخانه پایین بود که از همه بیشتر مال یه استادی فرانسوی به اسم گروسه که من
راجب هنر خیلی کار کرده، در فرانسه خیلی مشهور بوده، به اسم آمپیر دزسته. آمپیر دزسته امپراتوری صحراها، صحرا نورنا، امپراتوری صحرا نورنا. سه قسمت، قسمت اولش قبایل هونه، قسمت دوم مغولان، قسمت سوم تیموریان. از اونجا حمله میکنم تا لهستان، ایتو شمال ایتالیا. خیلی خوندنیه کتاب، خیلی خوندنیه. و حتی عباس اقبال مقداری از اون استفاده کرده بر اون کتاب. این کتاب هم در دستم بود. این کتاب رو نسبتا با اینا با مشکل نوشتم، چون بالاخره از قلم روی تخصصی من یه خود خارج میشه. ولی برای اینکه علاوه بر تاریخ یک کمی هم به فلسفه پرداخته باشم، اون حاشیهش و تحول فرهنگ ایران اونم باید در عوض شد. از زمان مغول به بعد ایران شد ایران، همین چیزی که الان میبینم. قبلش شده فرق داشت با این کتاب. اولا به وجود اومدن مغول در مغولستان، پیشرفت و جهانگیری مغول هاست که اصلا ما در ایران اشتباه میکنیم، مخصوص ما نیست، اینا روسیه رو هم گرفتن. بعضی از چهره های بسیار مشهور روسیه اجدادشون مغوله. حالا یک کسی رو میگم باورتون نمیشه، تولستوی بزرگترین نویسنده این اجدادش از اردوی طلایی مغول هاست. اونجا خودشم گفته نه یه پنهانی باشه، یعنی اینا تا لهستان تا بلغارستان اصلا نجات ها رفتن جاهایی. و اینا برخلاف اون چیزی که ما در ایران فکر میکنیم البته جنایتکار بودن. حالا اون خانم میگفت آقا شما چنگیز رو کردید آتاتورک. من چنگیز آتاتورک نکردم. اصلا آتاتورک کیه که بتونه چنگیز بده؟ چنگیز یه چهره جانیه ولی درخشانه. شما نمیدونی چی کارهایی کرده. اصلا خودش، شخص خودش، اینا جوانیش من شرح میدم. یه کتاب یه امریکایی نوشته راجب جوانی های چنگیز. اصلا فکر آدم میخوانیم او به تنش صاف. یه پسر یتیم، تمام قبیلش از بین بردن، این داره در کوها مثل یه جادوگر با سحر و اینا، با اینا شامان هن اونا، با شمنیست با اینا قاطی شده، از خدا کمک میخواست، از ارواح کمک میخواست. اصلا وحشتناکه. من یه فکری، یه کاری برای این مردم بکن. واقعا اینا جانی هم هست، آدم کشه، نمیدونم همه چیز رو همه کار هست. من طرفدار کی میتونه طرفدار چنگیز باشه؟ ولی یه چهره جالب توجه تاریخ بین‌المللی. این اقوام در جنوب سیبری، در شمال چین پخش شدن تا برید تا شرق کامل منطقه صحراهای شرقی، بعد از این طرف هم بیایید تا شمال خراسان. در نتیجه این اقوام تمام کارشون چاپیدن هم دیگر، همشون هم در واقع تتر بهشون مغولی وجود نداره. مغول یک قبیله کوچکیست در میان این جمعیت. حتی خود چنگیز اسم مغول نداره، یه قبیله دیگر. حالا من اینجا تو کتاب اسما رو آوردم، دونه دونه از اون چیز گروسه دیگر نوشتم. این چنگیز اولین کاری که میخواد بکنه، برای اینکه میگم پدرش کشتن، خودش یتیمه، هیچ دستش هیچ جا بند نیست، اولین کاری که میخواد بکنه برای حالا بگیم قومش اینه که، حالا که کلمه رایج امروزی رو به کار میبره، یه وحدت کلمه پیدا کنه،
یه هویتی برای تتر مختلف و پراکنده و که به صورت خصمانه با هم زندگی میکنن. اون لفظ مغول اولا یه هویتی نباید داشته باشه، هویتشون از این به بعد مغول، شما غیر از مغول اسم دیگه نمیتونید داشته. این یک. ثانیا یک ارتشی بر اینا میسازه که غرب بعد تقلید کرده زنن. این ارتش هایی که شما میشنوید در دوره تجدید حیات فرهنگی رنسانس، بعدا در آلمان، در روسیه، در فرانسه، اینا قشون بندی اینا کردن، اینا ریشه مغولید. افراد ده به ده قسمت میشه، ده نفر با هم مسئولیت هم با هم مساوی، ده، صد، هزار، ده هزار. ده هزار تومان نامیده میشه، امیر تومان یعنی امیر ده تا قشون. این ده تا قشون هر کدوم تقسیم میشه به صد نفر و ده نفر. ده نفر اگر بمیرن، ده تاشون باید با هم بمیرن، زنده بمونن، ده تاشون باید با هم زنده بمونن، یعنی مسئول زندگی هم دیگه است اون ده نفر. به اینا اسلحه داده نمیشه، اسلحه فقط موقعی داده میشه که جنگ شروع میکنه، میرسن به یه جایی که میخوان فتح کنن، اون موقع عرابها میاد اسلحه ها رو به اینا میده و مسئول اون اسلحه ها هستن. ده نفر ده نفر که بشه صد نفر، بعد بشه هزار نفر و بالاخره امیر تومان که ده هزار. ده چهار تا امیر تومان مشهور داره چنگیز، یعنی یه جمعیت عجیبی بود، یک سازماندهی واقعا عجیب. اینا یه چیز دیگری هم هست، مورخان بعد از مورخ اصلا اعتقاد دارن حرکت مغول‌ها و تسخیری که در جهان، تصرفاتی که در جهان کردن، یعنی تمام آسیا رو گرفتن کردن، اینا رو مدیون اسبای کوتاه قدی هستن که در شمال چین و در قسمت های در جنوب سیبری وح به طور وحشی قابل چیز بودن، در چراگاه ها جمع شد. این اسبا یه خاصیتی داره، اولا معمولا نعل لازم نداره، نعل لازم یه جور قاتل افراد لازم ندارن. در ثانی اینا رو نزدیک به پنجاه کیلومتر در روز بدون توقف میتونن راه برن. بعد اینا در عرابه های آشپزخونه های متحرک دارن و منجنیق دارن، کتل پلت منجنیق دارن، برخلاف تصور اولیه من فکر میکردم مغول بارود داره، چون که این ترسی که اینا ایجاد میکنن مغول داره میاد، این بارود بوده. نه، حالا بعد از این مطالعه بارود نیست، ولی اسلحه‌های جنگی به کار، اسلحه‌های آتشین به کار میبود، مثلا با این منجنیق آتش پرت میکردن، این بس سنگ و آتش رو با هم، ولی بارود رو نمیدونم. بارود به اون صورت که ما فکر میکنیم نیست، هنوز ندارن. یونانی ها بعدن دارن، بعد مغول هم دارن بعدن، ولی اون موقع هنوز ندارن. اینا نمیتونن در این جنگ ها عقب نشینی بکن، خواهن کشت یه عقب نشینی کنم خود اینا رو میکشن. یعنی کاملا یک چیز خیلی حساب شده، دونه دونه گوشی دستشونه و کار معینی که باید بکنن دستشونه، غذای معین، جیره معین، مزد معین و اینا. هر جا که میرسن اگر فاتح بشن سه روز اجازه چپاول دارن،
و بزرگترهاشون نمیتونن کوچکترین ممانعت از اینا بکن. سه روز اینا هرچی گیر آوردن مال خودش. در بغداد همینجا همین کاری کرده. سه روز رو گفتم بابا هر کاری میخواید بکن. حالا یه همچی قومی از اونجا حرکت میکنه. حرکت میکنه و چیزم هست. شگردم دارن، دروغم میگن. بعضی جاها به اسم تجارت اول میان، بعد خبر میدن، اطلاعات جمع میکنن. اصلا اون تصوری من اینا رو بر علیه خودم، اون تصوری که من داشتم یه دو وحشی گردن آیوی کردن کشورها رو فتح کردن، اصلا اینطوری نیست. خیلی حساب شده، میدونن کجا میرن چیکار میکنن. همه جاسوساشون قبل از خودشون تمام اون منطقه رو زیر نظر داره، به اسم تاجر و فلان و اینا دارن میان، بعدم بر میگردن اطلاع میدن به اون سرکرده ها. باور نکردنیست. این دور کتاب گروس شاهکار از این لحاظ، یعنی اصلا آدم بحشت میکنه که این اطلاعات بومی رو چجوری داشتن. اول اینجایی که تسخیر میکنن اون دیوار چین بر علاله اینا بوده، دیوار این ممارد کنن، از اون دیوار میگذرن. از اون دیوار هم خیلی عجیبه، حالا گروسه میگه که چیزها رو چینی ها رو رشوه میدن به مسئولان، همینطوری نوشته، به مسئولان چینی که پاسداری میکردن اینا اونا رو میخرن رشوه میدن وارد میشن. برای اینکه یه دروازه های خاصی بود زیر دیوار ها، از اونجا وارد میشن و اولین قسمت چینه، ولی بعدن دیگه میان به طرف غرب که یعنی تمام آسیا رو رد میشه. این اگر کسی که به ایران حمله میکنه بعد از چنگیز، یکی از نواهاش که تقریبا 15-20 سال بعد از جنگ، هولاکوس. اون شعر معروف سعدی رو به یاد دارید؟ در اون وقت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 656 هجری سقوط بغداد، هولاکو رفته سقوط بغداد رو فتح کرد و سعدی خان در شیراز اونجا رفته امنه، چون نه تا بکارن و رشوه دادن و هیچی نیست. چونو بم میگه در اون وقتی ما را وقت خوش بود، زجرت 656 بود، و همون موقع است که هولاکو با لشکر جدید، با تشکیلات جدید، بعد از فوت نوه چنگیز، بعد از فوت چنگیز برادر کوچیک هم است که هست، اون نوه ها چهار نفرن، این کوچیک هم میاد به ایران. اولین فرمانی که گرفته بود اینه که علموت فتح کن. یه دلیل این که من به مغول علاقمند شدم همین علموته، چون من یه کتاب را در علموت به زبان فرانسه نوشتم، یه نمایشنامه است، خودم خیلی خوشم میاد ولی بحث نمی کنم. این علموتو 20 سال علموتیان با رشوه دادن، با مالیات دادن مانی از خرابی و حمله به علموت شده بود. مغول‌ها در ایران بودن، علموت هم زده شد در حدود 20، ولی چنگیز، ولی اینا راهزنی میکردن، جلوی تجار رو میگرفتن، بزرگ سالاری میکردن، یک چیز کارهای نادرستی انجام میدادن و مغولان این دفعه دستور دادن به هولاکو که اولین کار باید علموت فتح کن. اون وقتی علاءالدوله بوده که آخرین امام اسماعیلی در علموت، نظاری، اینا رو نظاری میگن، بعد این پسرش خورشا، این نمایشنامه من راجع به خورشا، اینا
حالا من اینجوری خوندم، چون ما دو تا کتاب خیلی خیلی معتبر هست در ایران راجب علمود، راجب تاریخ فتح علمود، یکیش مال مهمتر به نظر من اون قشنگترینش مال جوینی، علادین جوینی است. اون فتحنامه علمود هم گویا اون ننوشته که آخرش میاد، حاجی نصیر طوسی نوشت. یکی مورخ دیگری که ما داریم بعد از دوره مستقر شدن مغولا در ایران، رشید الدین فضل الله همدانی است که در تبریز اینا کتابای تاریخ، یکی رشید الدین چیزی نوشته، جامع التواریخ رو نوشته و جوینی تاریخ مغولان رو نوشته که من استفاده کردم. اینا بعد از بالاخره علاقو علموت فتح میکنه، بعد اون خورشاهو میفرستن به چین، به مغولستان، در مغولستان یه زنی هم بهش میدن، ولی بعد اونجا هم یه زرنگی های میخواسته بکشه بیاره، بعد تو راه برمیگردن تو راه میکشنش. خیلی داستان عجیب غریبی هم. بعد هلاکو میره خواجه نصیر طوسی با هلاکو هم دست میشه که خواجه نصیر طوسی خودش داره هم علمود بعد هم میگه من اسماعیلی نیستم، من شیعه هستم. خواجه نصیر طوسی بالاخره کمک میکنه و خیلی خیلی مفصله. هلاکو میره بغداد فتح، بغداد میده دست هلاکو. هلاکو به عنوان یعنی در واقع رئیس رؤسای ایرانی حساب میشه. حالا بعد از هلاکو، البته هلاکو خودش هیچ وقت مسلمان نشد و حتی بیشتر بوداییه تاویست، ولی زنای مسیحی داشت. این زنای مسیحیش از ترکیه آورده بودن و این زنا متران داشتن، یعنی به اصطلاح روحانیایی داشتن که مسیحی بودن همراه خودش، و در اینا همشون در مراغه بود. در مراغه اون موقع خواجه نصیر طوسی رصدخانه رو میساد. خواجه نصیر طوسی خیلی کتاب داره، بعضیش هم مهمه، از همه مهمتر اون کتاب فلسفیشه اساس الاقتباس، یک کتاب منطقی درجه یک. البته به خوبی، شاید به خوبی کتاب منطقه ابن سینا نباشه، ولی ابن سینا کتابش عربیه، این کتابش فارسیه. کتابش فارسی، من همش نخوندم ولی یه قسمتاشو خوندم، لازم بود خوندم، نه برای این کتاب، خودم تو به درس ها برمیرم. این مغول، حالا من دیگه نمیگم، این سلسله مغول در ایران مستقر میشه. اینا از تقریبا بعد از هلاکو پسرش آباقا خان که خواجه نصیر وزیرش حساب می شده، اینا به ایرانیت روی می آورن. یه جایی هست در شیز، در شرق، در غرب ایرانه، اینجا یه معبد خیلی معروف دوره قبل از اسلام مال ساسانی هم. امپراتوران ساسانی از تیسپون پای پیاده به زیارت اینجا می آورن. و یه معبدی پر یک دریاچه کوچیکی است که در واقع دریاچه نیست، یه استخر آب از من بودم اونجا، آب از جوش میزن از پایین، 20 متر عمق این استخر، و این معلوم نیست که هیچ. یه ده تا اینجا رفتن، غربی ها میگن وقتی رومی ها به ایران اون دو راه حمله کردن، این معبدان از ترسشون گنجینه ساسانی رو رکنن تونست پایین استخ. این استخ چیز داره، آب تقریبا گچی سفید
آهکی. دورش هم طوری زده بیرون و یه دیواری داره. من تو انستر شنا کردم. طبیعی ها. اونجا یک منطقه بوده طرف های تکاب. از تکاب بیرون. منطقه هست که آب معدنی داره. اونجا آتشگاه بود و آتش فشان بوده. یه کوه اونجا هست که میگن من دیدم اونو. که میگن زندان ضحاک در واقع سر یه قلعه است که سوراخ از اونجا آتش میمده و اونجا خیلی جای دیدنیه خیلی جای عجیبی این آباخان پسر هلاکو در اونجا اون معبدی که کنار استخ بود تبدیل میکنه به ویلای شکارگاه خودش تابستونا میرفته اونجا اونجا خراب شده و آلمانی ها زمان قبل از جنگ دوره رضا شاه اومدن اونجا رو به اصطلاح باستان شناسی کردن کاشیکاری های زرین فام خیلی خیلی معروف من توی کتاب چند عکس آوردم اونجا پیدا کردن فکر کردن که اینا روش عربی نوشت بعد که بیشتر مطالعه شده کردن دیدن شاهنامه است توی کارش یا شعر شاهنامه و اینا همشون خودشون رو با اونا مقایسه حالا من دیگه خیلی طولانی عرض نمی کنم ولی مغلا تاریخشون در ایران خیلی عجیبه و خیلی خوندنیه و شاید خواجه نصیر موجب شده که از دوره مغل به بعد که دلایلش الان دیگه اگه اجازه بگید نگم ایران کم کم شیعه بشه یکی از کسانی که ایران را گرایش داده به طرف شیعه خواجه نصیر طوسی است اینو بدونید اونم دلایلش خیلی روشن برای اینکه از نظاریان از اسماعیلی سرخورده اون طرف تمام مدت که سفر میکرده بغداد و کشورهای عربی اینا را خار کردن اذیت کردن اینا دشمن اعراب بود و تنها راهش که میتونست انتخاب کنه همین اصلاح شریست و خیلی از این تاریخ ایران رو تا حدود دگرگون کرد الان صحبتش نیست ولی برای اتمام این قسمت یه چیزی بهتون بگم بیشتر از زمان مغوله از همین دوره هاست چه دوره همین هلاکو قازا ببخشید هلاکو آباخان ارنون قازانخان که از همه مهمتره که قازانخان شیعه شده و مسلمان شده و دشمن با اعراب جنگ کرده راه غربیان به خصوص ایتالیایی به ایران باز شد یک چیز عجیبی میخوام بهتون اگر شما در رشت دقت کنید اون بندر انزلی رو دقت کنید اون قایقرانی ها که روش پارچه دارن مثل اتاقه که اینا رو ونیزیا در ایران رایج کرد زمان ارغون شهر تبریز پر از تجار ونیزی بود که انحصار قایقرانی و کشتی ایرانی رو در دریای خزر میگیرند از مغولا تجارت میکنند 300 تا مبلغ مسیحی از ایتالیا اومده از راه تبریز رد شده تا مغولستان رو اینا همشون تبریزی دید یه چیز با نمکتم مسلمه که اون زنی که مغولی که برای ارغون از اونجا میفرستادن اون یه زن مغولی خواسته بودن اینو مارکو پولو ایتالیایی آورده به ایران برده تحویل داده به دربار تبریز موقعی که ارغون مرده بوده و جانشینان او این زن رو میبرند خود ارغون خود چیز مارکو پولو تو شهر تبریز گردش میکرد مدتی در اونجا استقامت کرد به اصطلاح اقامت کرد